یکی از مواردیه که خطا در نقطه زنیه. گفتم ما به خوراکی بودن، غیر خوراکی بودن، آنتنی بودن، تصویری بودن کاری نداریم. حقوقی، پالسی، خطا در نقطه زنیه. ببین الان داره یه بار دیگه میگیره. حالا از روش خاص خودش استفاده میکنه که پهلو به هدف یه نقطه حفاری شده است که ببینم آیا هدف در اونجا هست یا نیست. خطا در نقطه زنی عمدتاً پیش میاد. به خصوص برای جاها یا محلهایی که نمیدونیم هدف کجا هست و چی هست. ببینید این قبلا حفاری شده، نقطه زنی شده، حفاری شده، هدف مورد نظرش پیدا نشده. حالا داره میگرده ببینه چیه. البته این روش کار درستی نیست. چون هر چی رو انجام دادید بعد در سطح انجام بدید. وقتی برید داخل حفره یا محل حفاری، کار کردن بسیار سخت میشه. اولا بازتاب علائم یا برگشت زیاد میشه. مقاومت زمین تغییر کرده و جریان پتانسیلی که بین دو لایه‌های زمین شکل میگیره خیلی سخت میشه. واسه همین خیلی ها میان موقع تست زمین رو میکنن، هدف رو میذارن کفش، چون اینجوری پتانسیل بالا میره و امکان گرفتن دستگاه ضعیفتر میشه و امکان خطا بالاتر میره به خصوص زمان تست. در نتیجه میتونیم ببینیم که این کاری که دارن انجام میدن در اصل نشانه اینه که قبلا اینجا اشتباهی در نقطه زنی شده. موادی از فلز رو پیدا کردن ولی فلز اصلی یا مورد نظرشون نیست که در اونجا وجود داشته و برای اینکه بخوان ادامه بدن ببینید مسیر رو دوباره به صورت تونلی رفتن تو. مشخصه که خطا در نقطه زنی کردن و اصولا خطا در نقطه زنی مخصوصا در صحنه‌های اصلی کار پیش میاد، به وجود میاد، که این برمیگرده به تجربه اپراتور تو عملیاتی که میخواد توی مشخص کردن دیوارا و مرکز هدف و نوع واکنش هدف به دست بیاره. پس تجربه اپراتور اینجا میشه متوجه